از چارچه امروز در یک نشست خبری مشترک شرکت کردند. عمران خان نخست وزیر پاکستان در این نشست خبری گفت که اسلام آباد و تهران خواهان برقراری صلح در افغانستان هستند و از تلاش ها در این راستا پشتیبانی می کنند. سوال این است که آیا واقعا کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان صداقت، تعهد و راستی در قبال صلح افغانستان دارند یا نه؟ آیا این دو کشور می توانند که پروسه صلح افغانستان را بهتر بسازند و مشکلات صدرای پروسه صلح افغانستان را برطرف بسازند؟ چقدر از قدرت برخوردار هستند در میان طالبان و چقدر می توانند که برای رسیدن صلح در افغانستان، شگوفایی در افغانستان اینا صادقانه عمل کنند؟ صلح در افغانستان چقدر می تواند که باعث شگوفایی کشورهای همسایه افغانستان نظیر ایران و پاکستان بگردند؟ و طالبان چقدر با کشورهای همسایه وابسته هستند؟ چقدر پالیسی هایی که امروز در نشست هایی که بین ایالات متحده طالبان و همچنان افغانستان برگزار میشه نقش کشورها حساب می شود؟ سوالاتی است که امروز به بحث می گیریم پیرامون صلح افغانستان و همچنان زدبند هایی که در داخل افغانستان و اختلافاتی که بین سیاسیون افغانستان وجود داره به تحلیل می گیریم و برای بحث بیشتر محترم شیرین خان حبیب آقای امور را در بحث با خود دارم. آقای حبیب خوش آمدید. بخیر باشید. در نخست می خواهیم بپرسم که ایران و پاکستان دو کشور همسایه و دو کشوری که همیشه مردم افغانستان گاه و ناگاه از دو کشور شکایت هم دارن و میگویند که هیچ‌وقت صداقت و تعهد نداشته در قبال مردم افغانستان و در قبال دولت افغانستان، آیا فعلا صداقت تعهد در بین این دو کشور دیده میشه برای آبادانی افغانستان، صلح در افغانستان یا نه هنوز هم همون سیاست‌های سابقشان دوام داره؟ خب یک چیزی که مهم هست، ما نباید توقع صداقت و همکاری بیش از حد از همسایگان داشته باشیم. حد حقل داریم، حد حقل در حد حقل هستن. اونا هم به خود منافع ملی خود دارن و از محراق منافع ملیشان در مورد صلح افغانستان صحبت میکنن. آیا صلح در افغانستان، صلح در پاکستان و منافع ملی پاکستان و ایران ایجاب میکند یا نمیکند؟ بحثی است که اونا از محراق و دید ملی خود میگره بایی. اما چیزی که به ما مهم است، چون ما هر روز در جنگ کشته میشیم و شهید میدیم و زخمی میدیم و وضعیت نابسامان امنیتی داریم، ما نیازمند هرچی بیشتر به صلح هستیم. ما تشنه صلح هستیم، نه پاکستان و ایران. هر کشوری که در مورد صلح افغانستان یک قدم کوچکی را هم میبرداره او قابل ستایش هستند و ما باید خوشبین باشیم و با امید ازی باشیم که کشوری نام برده، اگر پاکستان باشه، ایران باشه یا آمریکا باشه، کار خوب میکنه، کار نیک میکنه. ما باید او را تقویه بدیم و کوشش بکنیم که حداقل اجماعی که به صورت واضح در رسانه های پاکستانی یا در گفتگوهای رهبران کشورهای همسایه به وجود میاد او را تقویه بکنیم و کوشش بکنیم که لحنشان به خاطر صلح دائمی و ثبات دائمی افغانستان تبدیل بکنیم، به جای اینکه در امور افغانستان مداخله بکنه و به جنگ شدت بده. بله، اما نخست وزیر پاکستان گفته که در 40 سال پاکستان و ایران هم از جنگ افغانستان خسته و متضرر شدند و امروز میگویند که بیش از 2.7 میلیون شهروند افغانستان به پاکستان و 3 میلیون دیگر به ایران مهاجر هستند. اگر در افغانستان صلح بیاید بدون شک که این کشورها هم میتونند که از مزایای صلح برخوردار شوند. آیا واقعا صلح در افغانستان میتونه که پاکستان و ایران هم سودمند بسازه یا نه؟ خب یک چیز بود که وقتاً پا وقتاً منافع ملی کشورها در مورد پالیسی در مورد افغانستان تغییر کرده. پاکستان در یک وقتی که با روسیه افغانستان با شوروی اسبق در درگیر جهاد بودن و مقاومت وجود داشتن، اونا از این جهاد مردم افغانستان سود می بردن. یعنی هرچی که در افغانستان جنگ به شدت می رفت اونا سود خود می داشتن. ایران همچنان سود خود در جنگ افغانستان می داشتن. ما فکر می کنیم که بیشتر از حد تقویه جنگ در افغانستان یک دید منفی در پاکستان به وجود آورده و خودش قربانی به یک حد لانهایت روسی شدند. شما میبینین که حملاتی که در پاکستان به وجود میآید و یا اخیرا در ایران یک چندین حمله انتحاری صورت گرفتن، این نشانگر ازی هستند که اگر در افغانستان جنگ دائمی باشد پاکستان نخواهد از این سودی دارن، یعنی در جنگ در افغانستان. اما
خودشان هم زیان میبینه از اینا. هم باید کوشش بکنه که صلح در افغانستان چون یه حتمی است، قلبی اساس افغانستان، صلح در افغانستان در کشورهای همسایه هم ثبات و صلح دائمی را به وجود میاره. به این قسم نیستن، چون آل فکر میکنیم که پاکستان هم به این نتیجه رسیدن که اگر ما در افغانستان جنگ را تقویه بتیم، و ایران هم به این نتیجه رسیدن اگر ما در افغانستان جنگ را تقویه بتیم، خانخای نتایج منفی و تاثیرات منفی خود را در کشورهای همسایه دارن. اینا باید کوشش بکنه و از گفتگوهایشان که واضح به میان میاد که اینا هم کوشش در صدر کوشش هستند که در مورد صلح در افغانستان بحث بکنه و کمک بکنه. بله، تنور داغ جنگی که در افغانستان از 40 سال به این سو داغ است، بیشتر شما مقصر کی را میدانین؟ آیا واقعا کشورهای همسایه در این جنگ دست داشتن و دخیل داشتن، نقش اساسی را بازی میکردن، و یا هم ضعف و عدم مدیریت درست سیاستمداران و سیاسون افغانستان هم منجر به گسترش از این جنگ شده یا نه؟ بدبختانه که در طول 40 سال گذشته رهبران حکومت های مختلف و رهبران سیاسی آلای دست سیاسیون کشورهای همسایه بودن و من جمله قدرت های بزرگ بودن. اونا بودن که در مورد افغانستان تصمیم می گرفتن و اشخاص و افرادی که به نام سیاستمدار، به نام رهبر، به نام لیدر، هر چیزی که می نامند، اونا را تقویه می دادن و در افغانستان جنگ و آتش که وجود داشت او را تقویه می کرد. اینا منافع خود را از طریق امین اشخاص دست آلای خود که دست نشاندهشان بودن اونا عملی میکرد. اما چیزی که با ما مهم هست این است که در قضیه افغانستان نه تنها که کشورهای همسایه دخیل بودن در 40 سال گذشته، بلکه کشورهای بیرونی و فرا منطقه، کشورهایی که ابر قدرت جهان هستند، اونا دخیل بودن. اونا ضرورت بان در ضرورت ضرورت وقت پالیسی خود ساختن. اما میخوایم بپرسم که پالیسی های حکومت مردان سیاسی افغانستان چگونه بوده؟ چقدر اینا توانستن که سیاست هایی که منفی بوده در قبال افغانستان با پالیسی های مشخص بتانند که سیاست ها را دفع بسازن و از فرصت های به وجود آمده در 19 سال که در افغانستان بود، 40 کشور آمدن در افغانستان سرمایه گذاری کردن، نیرو فرستادن و حمایت کردن، دولت افغانستان پشتیبانی کردن، چقدر اینا توانستن که واقعا از اون مهارت سیاسی خود استفاده کنن و امروز یک افغانستان خوب داشته باشیم؟ بدبختانه تا الحال رهبران حکومت ها و کسایی که زمامدار هستن غرق فساد هستن، اکثریتشان غرق فساد هستند، اکثریتشان اشخاص و افرادی هستند که دست نشانده بیرونی هستند و نمایندگی واقعی مردم ندارند و حتی به این باور هم نیستند که در افغانستان اینا ها زندگی میکنند. اکثریت فامیلایشان در بیرون از کشور زندگی میکنند، هیچ رابطه اخلاقی به این کشور ندارند. پس وقتی که اشخاص و افراد از بیرون تمویل میشه، خواه نخواه پالیسی های بیرونی را تطبیق میکنند، در ذهن ازها پالیسی که از نمایندگی مردم افغانستان را بکنه بدبختانه نیستند. اینا با مردم افغانستان کار نکردن و نمیکنن. اینا فقط و فقط یک ماموریت دارن که از بیرون برشان داده شدن و اینا میاین اونمو ماموریت علیه مردم افغانستان تقویم میتن و او را عملی میکنن. اینا از مردم افغانستان و از خاک و خون این کشور هیچ وقت دفاع نکرده و هیچ وقت دفاع هم نمیکنه. بله، یک فرصت کلان بود برای مردم افغانستان. اگر بیلیون ها دلاری که به افغانستان سرازیر شدن باید از این استفاده صورت میگرفت، استفاده خوب صورت میگرفتن. اینا رفتن پول که ایجا پیدا کردن بیرون کشیدن و فساد کردن و این پول را به خاطر منافع شخصیشان. همیال ما میبینیم که قدرت علیه اشخاص و افرادی که به حساب اپوزیسیون به حساب میره علیه ازوا استفاده میشه و او امکاناتی را که بیرونی ها برای ما دادن و ما باید از او به خاطر به وجود آوردن امنیت خود استفاده بکنیم، سیاسیون ما علیه یک دیگه استفاده میکنه. یعنی به این معنا که سیاسیون هیچ ربط اخلاقی به این کشور نداره. بله، پس وقتی سیاسون به گفته شما ربط اخلاقی نداشته باشند بین هم دیگر و صلاح و مصلحت در کشور مد نظر نگیرن، آیا ما میتونیم که به سوی صلح بریم به نظر شما؟ خوب، تا جایی که فعلا بحث میکنیم، تنها حکومت افغانستان هستند، تنها فعلا زمامدار مشخصا رئیس جمهور هستند که مخالف صلح هستند. یعنی تا جایی که میتواند یک قطره خون در جانشان باشه او صلح نمیخواد. یعنی آقای اشرف غنی مانع صلح هست، مانع بزرگ صلح هستند. دیگه سیاسیون یک اجماع کلی را در کشور ساختن و اونا طرفدار صلح هستند. بله، سوال این است که چرا این سیاسیونی که با این عظمت و بزرگی هستند نمیتونن که در قبال یک شخص که رئیس جمهور است و
دوره ریاست جمهوریشان مشروعیتش به پایان رسیده، چرا نمیتونن که با تقابل صورت بگیرن و داخل ایتلس میره که میخواد که همه چیز در دست خودش باشه و صلحی که مردم افغانستان از 40 سال از انتظارش میکشن مانع از او قرار بگیره؟ حداقل من حیث یک مرجع رسمی دولت افغانستان من حیث مرجع رسمی بین ملی شناخته شده است. حکومت افغانستان هستند که مرجع رسمی هستند، نه مردم افغانستان. مردم برای حکومت یا شخصا برای رئیس جمهور رای دادن و به اساس رای مردم باید انتخاب میشد. بدبختانه در 2014 به اساس رای جانگیر انتخاب شد. مشروعیت خود را از مشروعیت وزیر خارجه آمریکا گرفتن، نه از رای مردم افغانستان. ولی مطابق قانون اساسی وقت رئیس جمهور به 1 جوزا به پایان میرسد. اما ای که دستگاه حکومتی در دست رئیس جمهور است، از اینکه امکاناتی که در دست دارن در دست رئیس جمهور هستند، نه در دست سیاسی، پس نمیشه که با نمایندگی حکومت را از حکومت بگیرد و به دست سیاسی بده. پس سیاسی یک کتله بزرگی از باشندگان مردم افغانستان هستند، مثل سایر که مردم افغانستان که صلح میخواهند. سیاسی هم در صدد ازی هستند که باید با ما به یک صلح نسبی برسیم، چون عالی یک حالتی به میان آمده که یک اجماع کلی هم در بین منطقه به وجود آمده، هم در سطح جهانی به وجود آمده در کشورهای بزرگی که صلح در افغانستان به منافع ازوا هم هستند. اینا وقتی که اینا صلح میخواهند، ما باید ازوا که بیشتر صلح بخواهیم. یعنی انتظار از این نداشته باشیم که رئیس جمهور صدا بکنه که امروز ما صلح میخواهیم، چون رئیس جمهور میفهمند اگر صلح در این کشور آمدن، پس رئیس جمهور مشکل است که دیگه به قدرت برسند و این دستگاهی که فعلا در دست داره، نیروهای امنیتی باشه و سایر دستگاههایی که در دست دارن، اینا این فکر میکنه که در انتخابات آینده از این استفاده خوب میکنه. اما فکر نمیکنن که اگر صلح در افغانستان بیاید تمام افغانستان همین بگرده؟ این خودش میتونه که برای رئیس جمهور یک دستاورد باشه و همچنان میتونه که از این دستاورد خود در کمپاین های انتخاباتی استفاده کنه و به این ترتیب میتونه که یک انتخابات سرتاسری را در تمام نقاط امن افغانستان برگزار کنه. چرا از این فرصت استفاده نمیکنه؟ ای کاش رئیس جمهور هم این بار می داشت، ای کاش ما هم همین بار داریم. کاش که رئیس جمهور به این باور بودن که در افغانستان صلح بیاید و ما قهرمان صلح باشیم، به جای از اینکه رئیس جمهور در فکر از این است که قهرمان صلح باشه، قهرمان جنگ خود تلقی میکنه. شعارهایی که اخیرا از سوی حکومت وحدت ملی داده میشه، او شعارهای جنگ هستند، شعارهای صلح نیستند. یعنی به این باور هستیم ما که رئیس جمهور مقرره اخیری را که انجام دادن، این به این معنی است که صلح نمیخواد، میخواد که قضیه افغانستان از طریق جنگ حل بکنه، در حالی که 40 کشور جهانی با تمام عظمت و قدرتشان نتونستن که قضیه را حل بکنه. پس رئیس جمهور رابطه ای که با مردم افغانستان داره، او میفهمند که کاری نکرده که به سود مردم افغانستان باشه، فقط دروغ های پاپولیستی بودن در 4 سال گذشته، فقط گپای بودن که در عمل هیچ چیز نبودن. بله. آیا مردم به نظرتون با می شعارهایی که شما گفتین دوام از این حکومت تحمل کرده میتونن و میگذارن که این حکومت حتی اگر انتخابات هم برگزار نشه، بعد از اول جوزا دوام کار خود ادامه بده و نشست صلح هم پیچیده‌تر بسازه و صلحی که اینقدر پیش رفته، حتی اجماع هم در داخل افغانستان بین مردم افغانستان به وجود آمده، کشورهای منطقه هم به این نتیجه رسیدن که باید صلح شه و طالبان هم از خود نرمش نشان دادن، پس رئیس جمهور میتونه که با تمام از این گزینه‌ها مردم افغانستان، طالبان، کشورهای خارجی، منطقه، عذاب همگی مقابله کنه؟ تا حدی که رئیس جمهور توانشان باشد، تا حدی که تواناییشان باشد، مخالفت خود اظهار میکنه. ای که مردم افغانستان چی تصمیم میگیره او بحث بعدی است. مردم افغانستان صلح میخواهد و سیاسیون فعلا در صدد ازی هستند که در افغانستان صلح بیاید. اگر چی برای یک روز هم باشه، باید صلح در کشور بیاید. یکی رئیس جمهور مخالفتشان میکنه یا مخالف صلح هستن، این بحث جداگانه است. ولی مردم افغانستان به هیچ صورت جنگی که تحمیلی هستن او را دیگر قبول کردن نمیتونه، چون توانایی در وجود مردم افغانستان نمانده. یکی مردم افغانستان به جاده ها بیرون شدن نمیتونه، یکی اعتراض مدنی از ایشان گرفته شده، این ناشی از حملات اخیری بودن که بدبختانه علیه مردم صورت گرفتن. یعنی حملات بزرگی بودن که مردم علی به خاطر حفاظت جان خود موسادای مدنیشان که هستن. بله، اما چرا مردم اینقدر خاموش، اینقدر ساکت باشن وقت همه چیز مثل یک دیکتاتور بالایشان تحمیل شه، صلح ازشان گرفته شه، کار ازشان گرفته شه، اشتغال ازشان گرفته شه، آرامش ازشان گرفته شه، همیت نداشته باشن؟ حتی به گفته شما که تظاهرات مدنی که حق هر فرد است که باید از او استفاده کنه، به گفته شما به خاطر تهدیدهای جانی و مالی ازشان گرفته میشه، هنوز هم مردم ساکت هستند. پس چگونه میتونن که این طلسمی که
برای همگی مثل یک زهر شده ای را از بین ببرن. فکر میکنم که مردم یک کتله بزرگ از مردم حالا فهمیدن، حالا فهمیدن و درک کردن که در وجود رئیس جمهور صلح نیست، در وجود رئیس جمهور جنگ است و به هر شیوه و به هر قیمتی که باشه. آیا توانایی جنگ رئیس جمهور داره با می امکاناتش، با می ضعفی که داره، حتی در چند یک کیلومتری حرق نمیتونه که امنیت خود بگیره؟ شما شاهد هستیم که چند روز پیش بزرگترین در وزارت مخابرات مهاجمین رفتن و حمله کردن، بیشترین افراد ملکی ما را از بین بردن، در نقطه مرکزی شهر امنیت خود گرفته نمیتونه. چگونه شعار جنگ میته؟ چگونه میخواد که با طالبان که ادعا دارن که 70% از جغرافی افغانستان تحت تسلط از اوناست بجنگه و طالبان شکست بده، در حالی که ابرقدرت جهان آمریکا به این نتیجه رسید که از راه جنگ نمیشه که جنگ افغانستان پایان بخشید؟ بدبختانه که رئیس جمهور فکر غلط دارن. رئیس جمهور خودشان به این مقر هستن و گفتن که اگر کمک آمریکایی ها نباشه، اگر کمک بیرونی ها نباشه، ما تا شش ماه هم نمیتونیم که حکومت آیا آمریکایی که اینجا میلیاردها دلار آمد سرمایه گذاری کرد و امروز به این معتقد شده که باید در افغانستان صلح بیاید، هنوز هم با کمک هایش ادامه میده به این پالیسی که رئیس جمهور و پیش گرفته، حتی مخالف گفتگوهای صلح باشه؟ بدبختانه که آمریکا فعلا آمریکا ایران درک کردن و از قبل درک کرده بودن که جمهور صلح نمیخواهد و امی اختلاف صلح رئیس جمهور با صلح بودن که ابتکار دست امریکایی ها صورت گرفتن. اگر امریکایی ها قانع شود که طالب ها واقعا در افغانستان صلح دائمی میخواهد، پس قضیه رئیس جمهور جمع هستند. رئیس جمهور آنقدر مهم برایشان نیست. ولی امریکا، شما دیدین که چند روز پیش مایک پامپیو با رئیس جمهور صحبت کردن، چون تنها یک فرصتی بود که برای رئیس جمهور داده شده بود، چون اینا اعتراض داشتن که امریکایی ها نباید در غیاب حکومت افغانستان با طالب ها صلح بکنه. اما یک فرصتی که برای خاطر ایجاد یک لیستی بودن که باید از افغان ها ساخته شود و دوها برده شوند که در مورد صلح با طالبان صحبت بکنه. اما رئیس جمهور عقده ای که داشتن، توانایی که داشتن، به خاطر اختلاف در لیست همین جلسه را تحریم کردن. یعنی اینمی قدر قدرتی داشتن، از این قدرت بیشتری ندارن. آیا فکر میکنین که نشست قطر یا دوها وقت لغو شد مقصر اصلی رئیس جمهور است؟ آیا رئیس جمهور با مدیریت ضعیفش منجر به این شد؟ بله، واقعا فعلا حکومت شریک حکومت بزرگشان که آقای دکتر سب عبدالله هستن، اونا واضحا امروز در جلسه گفتن که پالیسی غلط باعث ازی شدن که بله. مجلس چرا آقای عبدالله عکس العمل نشان نداد؟ چرا تنها بر حرف و تنها بر یک جمله گفتن خونه میشه؟ اینا شریک حکومت هستن، 50% حق دارن در این حکومت، یک حکومت مصلحتی است، حکومت وحدت ملی. چرا امو اخمانی از کار نشدن اگر واقعا اینا نماینده مردم خود میگیرن؟ خب تا یک جایی که ما میبینیم، چون نمایندگی از دکتر سب عبدالله کردن نمیتونیم، تا یک جایی که ما میبینیم مسئولیت خود ادا کردن در مورد صلح افغانستان، چون اونها واضحا گفتن که اگر ما بفهمیم که به خاطر ما از چوکی بیرون، ما از چوکی بیرون شوم و چوکی را رها بکنیم و صلح در افغانستان بیاید، ما امروز هم آماده هستیم. و به خاطر همین بود که چون رئیس جمهور صلح مشورتی را به خاطر کمپاین‌های مبارزاتی خود آوردن و برگزار کردن، اینا تحریم کردن ایرا و گفتن که نه خیر، این به خاطر صلح در افغانستان نیستن، اینا به صلح در افغانستان کمک نمیکنن. چیزی که اساسا در مورد صلح به افغانستان کمک میکنن، ما باید رو به رو با طالب ها گفتگو بکنیم. یعنی به یک قسمی از اقسام مجرگه مشورتی میخواد که صلح گفتگوهای صلح را سبوتاژ بکنه، اما شما در جریان هستین که شاید در آینده نزدیک آمریکایی ها با طالب ها بار دیگر صحبت بکنه و در مورد جدول زمانبندی خروجشان از افغانستان صحبت شود با طالب ها و در مورد بحث بعدی که بین افغان ها صورت بگیره، پامپیو برایشان هدایت دادن بر رئیس جمهور که بجای از اینکه مشوره بکنه، هدایت دادن که شما هرچی عاجل باید به گفتگوهای با طالب ها در قطر یک مجمعی را بسازین و او را روان بکنین. اما چیزی که برای ما افغان ها بسیار زیاد مهم هستند این است که این فرصتی که فعلا ما در دست داره نباید از دست بدیم، چون اگر ما به این شیوه با گفتگوهای صلح مخالفت خود نشان بدیم، ما به یک جنگ طولانی میریم و این جنگ که قربانیشان مردم افغانستان هستند، نه رهبران حکومت وحدت ملی و نه اعضای فامیلشان. ممنون. قبلا نشست برگزار شد در مسکو، البته بدور از حکومتیا، احزاب سیاسی و جریان های سیاسی در او اشتراک کرده بودن. بعدش آمدن نشست دوحه را حکومت خواست که زیر نام شورای مصالحه ایجاد کرد و بعدا هیئت 250 نفری را ایجاد کرد. سوال این است که چرا جریان های سیاسی و احزاب سیاسی با تمام تجربه که دارن از حکومت وحدت ملی، شناختی که دارن از آقای غنی و از شرایط افغانستان و گفتگوهایشان هم در مسکو نسبتاً
روابط نیک ایجاد کرده بود، چرا خواستن رفتن شورای مصالحه را پذیرفتن رفتن خودشان به نحو موری حکومت شدن و امروز حکومت منجر به این شد که شورای نشست مسکو هم لغو بگرده و امو اشخاصی که احزاب سیاسی و جریان‌های سیاسی که یک روابط نیک با طالبان برقرار کرده بود او هم خدشه‌دار شد؟ خب ما بخوایم یا نخواهیم مرجع رسمی حکومت افغانستان هستند، سیاسون نمیشه که مرجع رسمی با طالبان باشند، مرجع رسمی حکومت افغانستان هستند، چون طالبان با این پافشاری دارند که ما با حکومت مصالحه نمیکنیم. اگر حکومت من حیث سایر افغان ها در جمعی از افرادی که به مسکو اما هستن، حکومت هیچ وقت نخواهد توانست که با کتله بزرگ از مردم افغانستان مقابله کنه و استادگی کنه و بگه که مسئول نمیخوایم. وقت احزاب سیاسی، جریان های سیاسی، مردم افغانستان همگی متحد شوند و همگی یک صدا باشند، آیا این حکومت میتونه که صدای بزرگ ملت افغانستان خاموش بسازه؟ نه خیر، یک روز به این نتیجه خاطر رسیدن سیاسین هم به این نتیجه خاطر رسیدن که ما باید با طالب رو به رو مذاکره بکنیم و به یک فیصله برسیم. اما چیزی که برای ما مهم است، اگر ما از نگاه حقوق بین الملل از لیست سیاه نام طالب ها را بیرون میکنیم یا سایر اجراءات را صورت میگیره، او باید به نمایندگی حکومت افغانستان شود. یعنی سیاسی نمیتونه که او کار را انجام بده از نگاه حقوق بین الملل. اما دشمنی حکومت افغانستان باعث از این شده که صلح در افغانستان پیچیده تر و وقتگیر شود. اما ای که سیاسی افغانستان و خارجی ها تصمیمی از این را قاطی آن بگیرن که نه خیر، رئیس جمهور مخالف صلح است و ما در افغانستان صلح میاریم، باز رئیس جمهور بدون کمک های خارجی کسی دیگری نیست. یعنی رئیس جمهور نمیتونه حتی در یک ماه هم حکومت را در افغانستان بکنه. اگر در صورتی که خارجی ها با او همکار نباشه و کمک مالی در این منطقه نکنه، اگر طالب به این متیقن شود که دیگر خارجی ها با حکومت افغانستان نیستن، در 10 روز کل افغانستان میگیره. اما آقای غنی با کدام شهکارش میخواد پافشاری میکنه روی ازی که مسئول نمیکنم، در حالی که جنگ و ناامنی به شدت خود و به اوج خود رسیده، فقر در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر احساس میشه، ناامنی به اوج خود رسیده و به این ترتیب کشورهایی که همکار افغانستان بودند امروز در تقابل با سیاست‌های آقای غنی قرار گرفتند و حتی آمریکا امروز سیاست‌هایش تغییر کرده و می‌بینیم که او روابط دوستانه که با افغانستان در سال‌های قبل داشت فعلا نداره. آیا چرا آقای غنی می‌خواد خود مختاری را اعلان کنه؟ به نظر شما آمریکا توانایی از این داره که سیاست های آقای غنی که خلاف میل مردم افغانستان، خلاف کشورهای بیرونی است، این را دفع بسازه یا نه؟ رئیس جمهور غنی پیش امریکایی ها آنقدر شخص مهمی هم نیست که ما باور داریم، چون رئیس جمهور امریکایی ها بودند که رئیس جمهور آوردند. آیا میتونن اگر... دوباره میره که رئیس جمهور آوردن ایره بر طرف هم بسازن؟ خب یک کسی که یک شخصی را به یک چوکی میرسانه، کشیدن از او و بیرون کردن از او از ارک برایشان مشکل نیستن. یعنی امریکایی توانایی را دارن. اما چیزی که برای ما مهم هست من حیث یک افغان، نباید به او حد برای دیگرها وقت بدیم و ما نباید خود ما دشمن باشیم. اما چقدر دیگرها از این فرصت میتونه استفاده کنه؟ کشورهای مثل پاکستان، ایران که همیشه در صدد منافع خود هستند، وقتی رئیس جمهور صلح نخواهد و روابط خود که با طالبان بدتر بسازه، چقدر میتونه که کشورها از این اوضاع استفاده کنه به نفع خود؟ امیال هر چقدر که جنگ در افغانستان به شدت میره، اونا منافع مالی خود را دارن، از او سود میبرن. اما چیزی که به مردم افغانستان مهم است، اونا کشته میشن، هر روز شهید میتن و رئیس جمهور به شکل از اشکار به هر شیوه که باشه میخواد قدرت باشد و قدرت از دست نده. به خاطر قدرت خود آماده هستند که چندین میلیون دیگه هم شهید بتن. فقط برای رئیس جمهور قدرت مهم هستند، برای رئیس جمهور تدارکات کمیته تدارکات ملی مهم هستند. اگر رئیس جمهور نباشه، پس قراردادهای بزرگ تدارکاتی در خدمت او نیستند، پس این منافعی که فعلا در ریاست جمهوری دارن ایرا در خواب نخواهد دیدن. یعنی خودشان درک کرده اگر ما رئیس جمهور نباشیم، پس نخواهد من حیث وزیر یا من حیث مامور در دولت جای داشته باشه. اما باید من حیث یک افغان فکر بکنه، باید فکر بکنه که دیگرها برای ما صلح میخواه و صدای صلح بلند میکنه، شرم برای ما هست که ما مخالفت صلح میکنیم و در وجود رئیس جمهور چیزی را ما به نام احساس ملی نداره. بله، طالبان در این قبال چی باید بکنن و خواست از اونا باید چی باشه؟ وقتی حکومت افغانستان نمیخواد که صلح کنه، پافشاری داره به جنگ، آیا عملاتی که طالبان انجام میتن، جنگ هایی را که اعلان میکنن، طالبان مقصر هستن یا حکومت؟ هر کسی که چی طالب باشه چی حکومت باشه، جنگ اعلان میکنه، جنگ علیه مردم افغانستان هستن.
این جنگ علیه مردم افغانستان است و دیگر هم روی آزار سیاتر می سازه. اگر حکومت باشه، اگر طالب باشه، همیار شما خبر اما وقتی حکومت صلح نکنه، حکومت جنگ اعلان کنه، طالب که یک قوی مخالفه است چی کنه؟ آیا بانه که عمله شد بالایش، بانه که کشته شد چی کنه؟ ناگزیر طالبان فکر نمی کنین که مجبور شدن به جنگ؟ نخه، جواز جنگ برشان داده نمیتونیم، اما ای که از روی مجبوریت جنگ میکنه او بحث جداگانه هستن. 17 سال اینا جنگ کردن با حکومت افغانستان، او بحث جداگانه است که چرا جنگ کردن، اصلا مبنای جنگیشان چی بود، آیا مذهبی بود، دینی بود، آیا کدام منافع دیگه بود. اما اینا نباید مردم افغانستان رو بکشن. بالای هر دو طرف باید صدا شوه که شما جنگ را که اعلان کردین علیه مردم افغانستان هستن، نه بالای یک دیگریتان. چون عملا شما میبینیم که در حملات طالب ها، در حملات حکومت نیروهای حکومتی افغانستان، مردم هم کشته میشه. نه مسجد ما مسئول است، نه خانه ما مسئول هستن، هیچ جای مسئول نداریم ما در افغانستان. پس قربانی که محصول جنگ هستن مردم افغانستان هستن، و هر چقدر که جنگ شدت پیدا میکنه زیانشان مردم افغانستان میبینن. و طالب اگر با امید ازی هستن که یک روز با مردم افغانستان یک جا شد، باید از کشتارشان دست بکشن، نکنه مردم افغانستان دیگه از این بعد بختر بسن. آیا رجوع کردن به صلح و آماده شدن به گفتگوهای صلح خودش دست کشیدن از جنگ و از کشتار مردم نیست به نظرتون؟ به شکل از اشکال وقتی که یک شخص آماده به مذاکره شدن، امید ازی را دارن که یک روز این مذاکره نتیجه بده. اما این که در جریان مذاکره ما مشکلات خلق میشه، یا سوی حکومت افغانستان یا سوی دیگران که مذاکره را تو بیشتر این کسانی که امروز در گفتگوهای صلح مشکل خلق میکنند، بیشتر به نظر شما حکومت هست یا طالبان هستند یا هم کشورهای دیگه هستند که مداخله میکنن؟ خب بزرگترین مانع فعلا که در مورد صلح هستن خود رئیس جمهور هستن. بله، طالبان چقدر نرمش نشان دادن؟ طالبان چقدر خواستن که صلح در افغانستان بیاید؟ اونا چقدر معتقد به صلح هستن؟ خب تا هنوز ما چراغ سبز از طالبان رو ندیدیم که اینا بگن که در فلان ولایت ها ما جنگ نمیکنیم به خاطر از اینکه ما صلح میکنیم. اما اگر جنگ نباشه صلح چی معنی؟ خول با کی میکنن؟ یعنی وقتی جنگ نباشه و آرامش باشه صلح با کی کنن؟ به خاطر از اینکه روحیه خدا به مردم نشان بده که نه خیر، ما طرفدار صلح هستیم. چون در سه روز عید اینا از خود نشان دادن که نه خیر، ما به توافق و حاکمیتی که در افغانستان دارین، اگر ما بخوایم که در اینجا جنگ نباشه، میتونیم که صلح سرتاسری در اینجا بیاین. اما چیزی که مهم هستن، اگر ما به یک نتیجه در گفتگوهای صلح به نتیجه میرسیم، باید تضمین ها از طرف یک دیگر گرفته شه که خدا نخواسته فردا ما با یک جنگ دیگری نریم، به نام آن و این یک چیز دیگه باید پیدا نشوه. صلح در افغانستان باید از سوی امریکایی ها و سایر کشورهای زی دخل تضمین شوه. طالبی که امروز به سلاح و تفنگی که از دیگرا به شانه خود داره تضمین شوه که طالب دیگه باز جنگ نمیخواد در افغانستان. اما گفتگوهایی که جریان دارن، اگر در گفتگو باز باشه، یک روز ما خود به نتیجه رسیدیم. اما دری که بسته شوه، باز مشکل هستن که ما با گفتگو بکنیم. فعلا ما در کجای صلح قرار داریم؟ آیا واقعا نزدیک شدیم به صلح؟ آیا موانع پیچیدن و صدرهای ما هست یا نه؟ موانع از بین رفته؟ تا فعلا تا امروز موانع وجود دارن. خود رئیس جمهور و تیم حاکم در مورد صلح نظر واحد ندارن. یعنی شما میبینید که در خود حکومت وحدت ملی یک دسته طرفدار صلح هستن و طرفدار هر گونه دادن قربانی به صلح هستن. طرف دیگر به هیچ وجه آماده و از این نیستن که از قدرت یک روز هم کنار برود. اما مردم افغانستان باید فشار را وارد بکنه، سیاسیون افغانستان باید فشار را وارد بکنه، چون زیان مردم افغانستان میبینن، نه تیم حاکم. نقش سیاسیون افغانستان شما چقدر میبینین؟ چقدر اینا از قدرت سیاسی برخوردار هستن؟ چقدر اینا از جایگاه مردمی برخوردار هستن؟ اینا میتونن که اگر حکومت هم مانع صلح باشه، اینا ای تلسم بشکنن و صلح در افغانستان بیارن؟ تا یک جایی که اینا وجیبه ملی خود انجام دادن، اینا رفتن به هر جایی. فرض مثال ما دیدیم که به روسیه رفتن و در اینجا در صدای خود در داخل کشور بلند نمودن و گفتن که ما طرفدار صلح هستیم، ما میخوایم با طالب صلح بکنیم، مصالحه بکنیم، دیگر رای حل رای جنگ نیست. او کسی که در سالهای گذشته در سنگرهای داغ با طالب جنگیده بودن، او که در جنگهای داخلی با طالب جنگیده بودن، او حال صلح میخواد. یعنی را درک کردن که ما نمیخوایم که و نمیتونیم که پیروزی در جنگ پیدا کنیم. یکی رئیس جمهور به خاطر از دست دادن قدرت مخالف صلح هستن، او بحث دیگری هستن. سیاسیون باید دیگر هم متحد و متحدتر شوند و با مردم نزدیک شوند و مردم افغانستان باید کسی که چی سیاسیون باشه، اگر رئیس جمهور غنی هم صدای صلح را بلند بکنه، باید پالوی رئیس جمهور استاد شوند.
هر کسی که صدای صلح را بلند بکنه مردم افغانستان باید به با اون نزدیک بشه، چون یک روز کسی که در قریه کشته میشه یک روز خود در شهر کشته خود شدن و این مردم هستن که قربان میتن. ما دیروز نه پریروز دیدم که در علیه وزارت مخابرات یک حمله تروریستی صورت گرفتن، یعنی مردم عام بودن که بیچاره کشته شدن، یعنی نیروهای امنیتی بودن که شهید دادن، نه ایجا بچه رهبرای حکومت وحدت ملی بودن و نه سایرین بودن که مخالف صلح هستن. اما ما باید به هر شیوهی که باشه برای حکومت و کسایی که مخالف صلح هستن فشار بیاریم تا اونا آماده شوه به خاطر ثبات در افغانستان، حتی گام کوچکی را هم برداره. رئیس جمهور اگر با صلح کمک نمیکنه حداقل مخالفت خو نکنن. ممنون، سپاسگزار هستیم آقای شیرین خان حبیب از حضورتان در برنامه. بخیر باشید، تشکر از شما. بیندای عزیز، برنامه صلح همچنان در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش. بسته ایلت انگیز روزانه را که بهترین نرخ تماس و انترنت را بر شما عرضه می کند معرفی می نماید. بسته بزرگی روزانه 100 دقیقه اتصالات به اتصالات فقط در بدل 20